سلام بچه ها، خوش اومدید به یه قسمت دیگه از برنامه چگونه فیلمساز شویم. امروز توی این برنامه میخواییم در مورد پیش‌تولید با اتون صحبت بکنیم و اینکه اصلا برای ساخت یک فیلم چه مراحلی باید طی بشه، یعنی ساخت فیلم چند تا مرحله قراره باشه. امروز بیشتر در مورد این قراره صحبت بکنیم، یه مقدار این قضیه رو بازش بکنیم، به جزئیاتش بپردازیم و اینکه همین دیگه، تایم میشه از این تلف نکنیم، بریم برگردیم صاف بریم سراغ موضوع ما. خب بچه ها، برگشتیم با موضوع پیش تولید، با محوریت پیش تولید. ببینید، اولین چیزی که توی ساخت فیلم، حالا از برنامه اولی که شروع کردیم، شما با فیلمنامه داشته باشی، داستان داشته باشی، همه این اتفاقاتی که گفتیم، چه تجهیزاتی لازم داریم، چند نفر احتیاج داریم، تازه ما توی مرحله پیش تولید هستیم. خب یک فیلم ساخته شدنش از سه تا مرحله تشکیل میشه. اولین مرحله، مرحله پیش تولیده که شما توی اون مرحله تعیین میکنی که فیلمنامه چی باشه، داستان چی باشه، بازیگرات کیا باشن و اینکه چند تا بازیگر میخوای، چند تا عوامل صحنه میخوای، چند تا چه بدونم لوکیشن میخوای، همه اینها توی مرحله پیش تولید اتفاق میفته و توی مرحله پیش تولید اینا تعیین میشه. پس سه تا مرحلهمون، اولین مرحله که از صفر تا تولید فیلم، یعنی اینکه ما فیلمنامه رو رفتیم، تهیه کردیم، داستانمون اوکیه، نفراتمون رو قرار اوکی بکنیم، بازیگرامون انتخاب بکنیم، همه اینا، حتی تمرین بازیگرها توی مرحله پیش تولید هستش. خب مرحله بعدی میشه مرحله تولید. ببینید، پیش تولید، تولید و پس تولید که به اصطلاح پست پروداکشن بهش گفته میشه و توی این سه مرحله یک فیلم ساخته میشه. توی پیش تولید که حالا بیشتر قرار در مورد صحبت بکنیم، یک سری اتفاقات میفته که همه چی رو هول میدیم به سمت تولید یک فیلم و توی مرحله تولید ما علنا دیگه میدونیم چه فیلم نامه‌ای داریم، چه تجهیزاتی داریم، چند نفر هستیم، نفرات قراره چی کار بکنن، شرح وظایفشون رو بهشون گفتیم و اینکه بازیگرا تمریناشون رو کردن و دیگه میریم که برداشتامون رو انجام بدیم، میریم که سر صحنه باشیم و تک به تک پلانامون رو جلو ببریم، تک به تک داستانمون رو جلو ببریم. و در مورد تولید هم قراره بیشتر صحبت بکنیم حالا در برنامه‌های بعدی. و همونطوری که قبلا هم توی برنامه‌های قبلی گفتیم که این برنامه که یک تقریبا بخوایم بگیم انتقال تجربه‌ای هستش در مورد فیلم سازی، توی این برنامه قراره ما یک فیلم هم بسازیم که تجربیات رو به طور کامل و به صورت تصویری قشنگ همه چی رو بهتون توضیح بدیم، یه انتقال تجربه‌ای داشته باشیم که برای شما کارآمد باشه و به دردتون بخوره. حالا از اینو بگذاریم، ما در مورد پیش تولید قراره صحبت بکنیم، اینکه تولید و پس تولید چه اتفاقاتی قراره بیفته رو میذاریم واسه برنامه‌های بعدی. صاف این سراغ پیش تولید یه توضیح خیلی ریز و کوچیک در موردش بگیم. توی پیش تولید ما اومدیم فیلمنامه‌مون رو گرفتیم، حالا تهیه کننده اگه داشته باشه تهیه کننده‌مون رو گرفتیم، فیلمنامه کامل شده، بازیگرامون رو میاریم، تست بازیگرامون رو میگیریم، اگه بازیگر تو ذهنتون بوده از قبل، کسی توی ذهنتون بوده یا مثلا کسی، اصلا بعضی موقع شما فیلمنامه رو بر اساس اون بازیگره مینویسین و شاید اصلا خودتون بخواید بازی کنید توی فیلمتون، اینا همه توی پیش تولید قراره روش فکر بشه و بهش پرداخته بشه. پس این توی مرحله پیش تولید قراره انجام بشه، پس بهش فکر بکنید بچه‌ها که قبل از اینکه شما برید سر صحنه باید پیش تولیدتون رو داشته باشید، باید فیلمنامه کامل و دقیقی داشته باشید. اگر کسی نیستید که زیاد به فیلمنامه پایبند باشید، شات لیست خوب تهیه کنید. همه اینا توی مرحله پیش تولید
باید انجام بشه و اینکه هر کسی توی مرحله پیش تولید یک وظیفه ای داره. کارگردان میره که شات لیستشو ببنده، میره که فیلمنامه‌شو رج بزنه، اینکه چند دقیقه قرار فیلم بشه، اینکه چه چیزهایی توی فیلمنامه‌ش قرار باشه و نویسنده که قرار فیلمنامه‌شو تکمیل بکنه به کارگردان برسونه، بعد تهیه کننده قراره بره اون چیزهایی که کارگردان میخواد رو تهیه بکنه، هم از لوکیشن هایی که میخواد، تجهیزاتی که میخواد، ماشینی که میخواد، بازیگری که میخواد، حالا بعضن حالا سیاهی لشگر نگیم، هنرورهایی که میخواد، اینا توی این مرحله پیشتوری قراره انجام بشه. بازیگرها هم موازی با این قضایا تمریناشون رو دارن با بازیگردان ها، بعضن خود کارگردان ها مستقیم سر تمرین بازیگرا میرن و تک تک حرکاتشون رو با هم دیگه هماهنگ میکنن، بازیاشون رو به صدا در میارن که ببینن چجوری قراره اینا رو بازی بکنن. بعد در مورد تصویربردار بخوایم بگیم، تصویربردار توی این مرحله باهاش هماهنگ میشه که خب چه نوع تصویرهایی میخواد، اصلا کلا سلیقه کارگردان چجوریه، سلیقه مثلا اکشن داره، سلیقه دوربین رو دست داره، به اصطلاح سلیقه دوربین های سلیقه تصاویری داره که دوربین ثابت هستش، اینا همگی جزو وظایف کارگردان هستش که باید این گروه رو دور همدیگه جمع بکنه. و کار سختی که توی پیشتولی قرار انجام بشه بیشتر هماهنگی کارگردان با تک تک اعضا، این که کارگردان بیاد مثلا تصویربردار رو با صدا بردار هماهنگ بکنه، مچ بکنه، اینکه بازیگر رو با تصویربردار مچ بکنه، اینکه خودش با تصویربردار مچ بشه، اینکه چه تصویرهایی میخواد، اینکه از چه لنزهایی استفاده بکنن. و اینکه بچه‌ها اینم بدونید، تعیین لنز، تعیین شات دوربین، تعیین جای دوربین، همه اینا به عهده کارگردان قرار باشه. اگه شما قرار یک کارگردانی باشید که واقعا کارتون رو بلد باشید، بدونید که شما باید لنز بشناسید، بدونید که شما باید اندازه نما بشناسید، بدونید که شما باید جای دوربین رو بلد باشید. اگر تصویربرداری بیاد توی کارتون و مثلا از شما بپرسه که من الان چه تصویر باید بگیرم، چه لنزی باید به کار ببرم، و شما بگید که خب مثلا من میخوام این تصویر رو بگیرم، و اگر بهش نگید که مثلا با این لنز قراره تصویربرداری بشه، 100% اون تصویربردار اگر حرفه‌ای باشه به شما شاید هم نگه بهتون، ولی پیش خودش به این فکر میکنه که با چه کارگردان آماتوری مواجه هستش، و اینو باید مد نظر داشته باشید. اگر میخواید یه کارگردان خوبی باشید، یه کارگردانی که فیلمتون رو دست بگیرید و به اصطلاح تمام تیمتون رو رهبری بکنید و جلو ببرید کار رو، باید این چیزها رو بدونید. و موضوع مهم بعدی اینه که سر صحنه شما رئیس خواهید بود، نباید اجازه بدید کسی که مثلا صدا برداری بگه که نه این اینجوری قرار نیست اتفاق بیفته، یا مثلا تصویربردار بگه نه با این نور نمیشه این اتفاق بیفته، شما رئیس صحنه هستید، یا مثلا بازیگر بیاد جلوی شما بگه که این اتفاق نباید بیفته، این اینجوری بازی بشه بهتره. ببینید اگه به عنوان پیشنهاد باشه میتونید این رو پذیرا باشید توی مرحله تولید، و مثلا اینکه فکر بکنید اون بیرون از باکس داره نگاه میکنه، به صورت آداب باکس داره نگاه میکنه به این قضیه، یعنی از دور داره نگاه میکنه به این قضیه، شاید به شما کمک بکنه سر مرحله تولید. ولی اگر کارگردان حرفه‌ای باشید که تمام کاراتون رو توی پیش تولید انجام دادید، شاتیس دقیق دارید و فیلمنامه کاملا رد زده شده دارید، مطمئنن این کارها سر کار شما اضافی خواهد بود و به اون طرفی که قراره این کار رو انجام بده گوشزد میکنه که من کارم رو بلدم، دخالت نکنه تو کارتون و اینجور صحبت. ولی از همه اینها بگذریم، گفتیم که بیشترین سنگینی این مرحله یا هم مرحله پیشتولی روی دوش کارگردان هستش که حالا بیاره تیم رو با همدیگه آشنا کنه، تیم رو با همدیگه مچ کنه. از این طرف یه کار خیلی سختی داره تهیه کننده، باید تمام
خواسته های کارگردان رو برطرف بکنه. و خب اینا چیزهایی هستش که توی پیشتولی باید بهش دقت بکنیم. پس به طور کلی اگر بخوام بگیم که چه چیزهایی توی پیشتولی قرار اتفاق بیفته و اصلا پیشتولی چی هستش، من بخوام اگر خیلی خلاصه بهتون بگم اینه که هر چیزی که برای روز تصویر برداری احتیاج بشه، هر چیزی که حالا از تجهیزات گرفته، از نفرات گرفته، از لوکیشن ها گرفته، از هر نوع چیزی که فکرشو بکنید برای روزهای تصویر برداریتون، این که حتی چقدر تایم قراره بذارید برای تولیدتون، تمام این صحبت ها جاش توی پیش تولیده. پس اگر پیش تولید خیلی خوبی داشته باشید، مطمئنن یک تولید خیلی سریعتر و یک تولید خیلی بهتری خواهید داشت، چرا که شما تولید براتون خیلی هزینه برتر از پیش تولید هستش. چون توی پیش تولید شما صرفاً همه چی رو دارید تئوری میچینید کنار هم، برنامه‌ریزی دقیق میکنید و طبق اون برنامه‌ریزی قراره توی تولید پیش برید. اگر توی پیش تولید برنامه‌ریزی خوبی نداشته باشید، اگر توی پیش تولید شاتلیست دقیقی نداشته باشید، شرح وظایف دقیقی نداشته باشید، تولید خیلی سختی خواهید داشت و اکثرا برای پروژه های خیلی خیلی حرفه‌ای پیش تولید های طولانی گذاشته میشه تا تمام مشکلات پیشبینی نشده، اتفاقات پیشبینی نشده توی پیش تولید به اصطلاح در بیاد و این ایراد رفع بشه، تا به مشکل توی تولید مواجه نشه که اگر مشکل توی تولید براتون پیش بیاد رسما کارو میخوابونه و هزینه خیلی گزافی روی دستتون میذاره. پس خیلی خیلی روی پیش تولیدتون دقت بکنید و واسه رفتن به مرحله تولید عجله نکنید و تمام تایم و فکرتون رو بذارید روی پیش تولید و در مورد تولید خیلی بدبین باشید. توی پیش تولید هر چیزی رو به بدترین حالت بهش نگاه بکنید، همه چیز رو سرسری نگیرید، از هر چیزی ساده رد نشید، نگید که خب این اوکی میشه اون اوکی میشه، همه چیز رو در بدترین حالت خودش توی ذهنتون ببینید و اینکه دنبال راه حلی باشید، حتی دو یا سه تا راه حل برای یک موضوع. امیدوارم که این برنامه براتون مفید بوده باشه. اگر این ویدیو رو دوست داشتید برای دوستاتون بفرستید، همین الان این ویدیو رو لایک بکنید و اینکه اگر ویدیومو داری نگاه میکنید و هنوز سابسکرایب نکردید کانال منو، همین الان کانال منو سابسکرایب کن و منتظر ویدیوهای جدید باش. خیلی خوشحال شدم اینکه تا اینجا با من بودی. مراقب خودتون باشید فعلا.